خدت انا اقول لك جفتن كتابينا كدن ما بيدويت انا دارم كدعوزة دن تاك واخ قدر تشيز نابودن مشهور نابودن بگذار دلائی اون فکر ویدیو ما بودن نشر کنین لطفا، ما معذرت خواهی کنم اگر باز دعوت ما برای نشه. چیز میکنم خیر خود دعو چیز کدن بفرمایید خیر خدا بیارنش که اگر ما توهین کرده باشم معذرت خواهی کنم. بفرمایید. گفتم خب ما برای رایی میکنم در چیز شخصیت باز ما نه برای با ما چیزش روان میکنم نکو اینجا بیار که جلو همین 150 نفر ما شرمنده شوم عزیز من. نه ما یک مسلمان است ما نمیخوایم خدا نکرده که تو را شرمنده پیش روی حالا 126 مسلمان نفر هستی پس چرا تقیه میکنی هموطن ما عزیز؟ مسلمان است ما نمیخوایم که یک انسان بی عزت و بی آبرو بسازم در خودم برنامه چی کسی آمده بودم که من توهین کردم؟ خود اگر لایف آمده بودی خود ما در چند کدام سوال شبکه مجازی بود؟ در کدام شبکه سوال مجازی؟ کد دا بی تیک تاک بوده در تیک تاک بوده که از در چند تیک سال تاک قبل آمده در تیک تاک آمده بودم؟ یه 2 هفته 3 هفته یک ماه پیش بوده که یک ماه پیش یک ماه یک پیش ماه در پیش تیک تاک آمدم، در لایف کسی دیگه برش توهین در لایف کردم. دیگه کسی آمده بودی برای ما دروغ نمیگم برادر دیگه ما دروغ گفتن یاد ندارم مک. خب به هر صورت بسیار عالی. من 2 سوال دارم از خودت. خودت گفتی در موضوع باب برنامه، موضوع برنامه تا قرآن هست، قرآن کلام چه درست کسی؟ است درست است. ما یک سوال از خودت دارم موضوع قرآنی است. اولین میتونی که اولین خبرنگار که در دنیا آمد کی بوده که در قرآن ذکر شده؟ اولین خبرنگار که در دنیا با وجود آمد و پیدا شد کی بود؟ نمیدانم. خودگه. و دیگه سوالم از ایست که اگر ببخشی که اگر موضوع بر چیز تانم نیست لایفتان کوشش که برادر که خود از یک طریق دیگه مشهور کنی مگم از این طریق خود اگر میایی که در لایف این سوال بود یا و اسلام پیشنهاد؟ و این سوال بود یا هم سوال یک پیشنهاد هست برات که من نه، برات سوال نکنم. است یا پیشنهاد؟ سوال یکی از پیشنهاد دیگه. سوالم همین بود گفتم که اولین خبرنگار در دنیا کی بود. این سوالم پیشنهاد میز برادر عزیز که میشه که از بسیار طریق های دیگه خود چیز کنی مشهور بسازی بسیار دیگه مگم از این طریق خدا نکده بر توی روز حالا سوال فکر اول کن تا جواب بده که ما چقدر از خودت دشمن بیاموزیم. پیدا اولین کنی خبرنگار چی کسی بود؟ اولین خبرنگار کی بود در دنیا آمد بگو مرا در حضرت قرآن آمد کی جبرائیل بود؟ آفرین آفرین انا میسا من همین سوال من من سوالای کودکانه شما را در مسجد از ملا در 5 سالگی از ملا یاد گرفته بودم. اینا می کلش تعوین از کودکان سوال کودکانه خلاص. اگر ما بگیم سوال کودکانه است توهین میکنم. خویی خود اگر کودکانه نیست خوب یک سوال بود جواب دادی درست است. قربانت هم وطن، خدمت دیگه ای نیست با ما. خواهش میکنم دیگه نمی یک پیشنهاد دارم کوشش کن که دشمن خب برات باش. پیدا نکو مقصد باش. پیش نمیری کامیاب نمیشه اگر درست یارو از بگیری برنامه را حالا کامیابی میبندم. ندارم. همین که شما رفتین پایین آه. برنامه را میبندم. نه خواهش میکنم اگر مقصد پیشرفت خواهش هم نمیکنی. بکنید. خداحافظ. تشکر. خواهش میکنم. اوقاتت خوش عزیز من. بدرود. ممنونت. تشکر از دوست نهایت بزرگوار ما که با تشویقشان ما را خوشحال کردن. حالا دوست بعدی را میشنویم. دوستان عزیز موضوع برنامه قرآن کلام چی کسی هست؟ حالا ببینید که مسلمانان ما و نامسلمانان ما چه ادعاهایی دارن. برای ما ادعای مسلمانان مهم است نه نامسلمانان. دوست عزیز خوش آمدین. بای پسر سلام افغان. دوست عزیز خوب هستین؟ صحت شما. درود بر خوب شما. هستن. درود بر شما. بفرمایید بزرگوار در خدمت هستم. موضوع موضوع برنامه قرآن کلام چی کسی؟ موضوع برنامه تان برادر محترم باید بگم که یک موضوعی را انتخاب کرده که اصلا اگر بگم به شخصیت شما یا دهی عصر و زمان اقسم یک موضوع دنیا قبول دارن قرآن کریم کلام پروردگار است. تمام ادیان اگر چی سویس یهودی استدلال دارین قبول دارین استدلال دارین استدلال دارم استدلالتان چی است بر این که قرآن کلام خدا هست؟ و در زمانهای قدیم قرون اولا بگیم یعنی قرن اول وقتی قرآن کریم نازل شده بود قرون اولیه مثلا قرائت میکردن مردم میگفتن که این شعر است و شاعری است این چیزهای داستانهایی است که تو هم میفهمی ما هم میفهمم اگه باز یک آیت خداوند نازل کرد که بگین اگر شما در مقابلش هر کس دیگه پیوست شاورد نتانستن هیچ کس نتانست یک تا آیه روان نکرده 8 آیه روان کرده در این مورد در مورد تحدی امو 8 آیه یا یک سوره مدثر از سوره یونس از در چند سوره دیگه هم آمده خب خب میفهمین او دیگه به جزئیاتش بریم کلاگی میفهمن طفل نیستن ای اکنون در این عصر زمان
حالا چی استدلال دارین بر این که قرآن کلام این خدا هست؟ پردازیم که قرآن کلام کیست که استدلال دارین هموطن عزیز؟ استدلالش هم خودتان اون جوابش هم اینه میالی گفتین سوره کوثر. نه من نگفتم من جواب ندادم، من اصلا منتظر هستم که استدلال شما را بشنوم. حالا نیاز نیست یک چیز ثابت شده ما شما استدلال کنیم، یعنی ثابت شده که قرآن از جانب خدا هست با تمام معنا ثابت شده. بسیار خوب، پس حالا من یک سوال اجازه دارم از شما بپرسم. بفرمایید. قرآنی که در دست شما است روایت چی کسی است؟ چی کسی روایت کرده این کتاب را بر شما آورده؟ قرآن که است کلام خداوند است. روایت چی کسی است؟ قرآن روایت است، مصحف است نه کتاب. قرآن کتاب نیست، مصحف است. مصحف بوده با مصحف مصحف نیست، مصحف مصحف همون صحیفه هایی که نازل شده او در اول صحیفه نازل شده. خب مصحف است پس کتاب نیست دیگه، چرا؟ چون روایت شده. کلام است، پروردگار است. کلامش برس من کتاب نیست، مصحف است. چه کسی قرآن را برای شما آورده؟ خب از الله که جبرئیل به محمد آورده به شما چگونه رسیده این کتاب؟ توسط محمد صلی الله علیه و سلم رسیده. محمد آمد در دست شما در کابل فرد کتاب را که شده بود اونا نوشته می کردن توسط حافظه ای که چی کسی نوشته می کردن؟ کاتبین وحی کاتبین وحی مشکل می کردن کاتبین وحی. خب لالا بله اجازه است. شما مسلمان هستین هم بزن عزیز افغان بای بزرگوار، شما مسلمان هستین جان برادر افغان بای، صدای ما میشنویم وطن، شما مسلمان هستین؟ بله میشنویم. شما مسلمان هستین؟ بله شکر الحمدلله. شما مسلمان هستین؟ خب شما که مسلمان هستین چی چیز ثابت میکنه که شما مسلمان هستین؟ اسلامتان را چگونه ثابت میکنین به طرف، به کسی که از شما بپرسه؟ مانیات نداره که به کسی ثابت کنیم. نه خب طرف از تو میپرسم مسلمان هستی میگی بله، میگه چگونه ثابت میکنی؟ نیاز چرا نداری؟ نیاز داری دیگه. چی چیز شما را مسلمان میسازه؟ با خواندن کلمه شهادتن شما مسلمان میشین، درست است؟ چرا با کلمه شهادت نیست با تمام احکام الهی که نازل شده؟ نه با خواندن کلمه وارد اسلام میشین، درست است یا خیر؟ بله اسلام تنهایی نیست که کلمه بخوانی تصدیق کنی اقرار بزنی. نه جان من، تصدیق کردن کلمه، خواندن به زبان و تصدیق با قلبتان، شما با قلب تصدیق میکنین، درست است؟ بله بسیار خوب. از شما من حیث هموطنتان، من حیث یک دوستتان، من حیث هر چیزی که شما میپسندین، میشه برای ما شهادتین را بخوانی؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. امی از شهادتین؟ لا اله الا الله و اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. بله شهادتین نیست. کدامش هست؟ لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله؟ لا اله الا الله کلمه است و شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. پس واحد بودن الله کجا میره؟ وحده لا شریک له را شما که خوردین عزیزم. امی وحده و وحدانیت شما چرا کلمه را نیمه میخوانین؟ یعنی تنبلیتان میگیره کلمه را نیمه بخوانین؟ لالا من نمیفهمم آیبی اصل هدف شما چیست. ما اصلا به خاطر برنامه شما ریکوست دادم. تشکر. شما بالا آمدین، چرا بالا آمدین؟ میشم از شما بتانم بپرسم چرا بالا آمدین؟ من امیر بخت به شما میخواستم بگم که همین موضوعی را که انتخاب کردین یک موضوعی است که بسیار دیگه مشکل است. عزیز موضوعات ما شما گذشتیم، از این چیزا قرنا گذشته. نه من نگذشته، من امروز دارم آمدم برای شما میگم که من به قرآنتان را از جانب خدا نمیدانم و خدا کتاب نمیفرسته. این من نگذشتیم، امروز من دارم شروع میکنم. اما دوست قبلی ما بالا شدن برتانیا گپ گفتن که
لالا اگر میخوایی یک مشهور شوی یک رای دیگر انتخاب اوقات کن. خوشم وطن نازنین، عرف دوست قبلی را شنیدیم. ببین دوست عزیز، علمیت ما تو از اوقات خوش براتان تمنا دارم. علمیت شما در روح هست نیست، بله من میدانم. قرآن نیاز به علم نداره. تشکر جان برادر. حالا دوستان عزیز، از هموطنان مسلمان ما تقاضا میکنم که بیایند بالا، بالا بیایند، دو تا دلیل بیارند که این قرآن که به دست ما رسیده در این طاق بالا گذاشتن در خانه هایشان از جانب خدا هست و محتوای خدایی داره. نصیحت کسایی که نصیحت میکنند، یک لحظه عزیز من، یک لحظه جان برادر، هموطنانی که نصیحت میکنن اینجا جای نصیحت کردن نیست. من نیامدم برنامه که شما مرا نصیحت کنین. لطفاً خواهش میکنم نصیحت را در خانه های خودتان بگذارین. خوش آمدین طایر عزیز، در خدمت شما. جور بخه، خیر خیر، سلامتی نصار شما، بفرمایید بزرگ برادر. من لایفتان تعقیب میکردم، شما موضوعتان همیست که خوشحال هستم. قرآن کلام کی است؟ بله بله بله، قرآن کلام. بله سوال همیه، سوال برنامه هست. میشه یک سوال ازتان کنم؟ در باب برنامه 10 تا سوال کنیم. شما مخبرتان گفتم که پروردگار پاک کلامش قرآن پاک است. بله درست جوابتان گرفت. چوب گفتین، حالا گفتین دیگه، تاره که نگفتین. من مسلمان هستم، کلمه با کلمه خوانده مسلمان شدم، اینمی عقیده و باورم است. تو بر من ایره ثابت بساز، علت که تو همین گپا را میزنی چی است؟ کدام گپا را میزنم؟ اینمی گپا را تو خو مختر از بسیار وقت تعقیب میکنم، میبینم موضوع. تشکر که تعقیب میکنی. کدام گپا؟ امین گپا؟ قرآن خانی؟ مشکل تو با اسلام چی است؟ خب من کوشش میکنم که شما سوال کردین جوابتان را بتم، جوابتان را بتم. من کوشش میکنم که اگر هموطنان ما اسلام را در افغانستان قبول میکنن، کورکورانه قبول نکنن، من اسلام را به مردم معرفی میکنم. اما کار را که در مساجد میکنن، من در گوشت برادر محترم، 1400 سال میشه که اسلام دوام داره تا به امروز. بله. جهالت هم از وقتی که بشر آمده تا امروز دوام داره. دنیا هست اسلام میباشه برادر عزیز. یک دقیقه اجازه بده گفتی جوابت بشتم. تا که جهان هست اسلام میباشه، تو که خود در بزنی، دیوال بزنی، شب و روز چیخ بزنی، در باب برنامه، در باب برنامه صحبت میکنی، از این روز کمی دندوره را میزنی، همین تبلیغات شروع کردی. عزیز تو من، یک چهار پنج تا دیگه برادر، همین دستاورد تا برامق مردم بگو که همین لایف شتم، یک کلمه، یک دستاورد. حالا گوش کن، دستاورد بگو، یک دستاورد داری که دشنام میخوری. خب میشه استاپ کنی؟ حالا بسیار صحبت کردی، دشنام میخوری. پیش کنم مایکت را ببندم. شنیدم حرفایت را جان برادر، نیست مای کتاب جان برادر، اجازه می برنامه خودم که ما خودم صحبت کنیم. ببینین عزیز من، اون اسلامی را که در افغانستان حاکم هست، اون اسلامی که در افغانستان طالب بالای مردم تطبیقش میکنه، من میخواهم که مردم ما، یا میخواهم که مردم ما چیکار کنه؟ اون اسلام را بشناسه. من میایم تدریس کلاس قرآن به مردم میگذارم. مگر درس دادن قرآن، تدریس قرآن، یادآوری کردن قرآن شرم است، ننگ است که شما مسلمانان میگین نکنی کارا را؟ من که توهین نمیکنم، من که در پیرامون قرآن صحبت میکنم، سر کار من که با آیات قرآن است، با کتاب شما هست. مگر من کدام توهین کردم؟ پس شما برین ملاها را هم بگوین که چرا در مساجد تبلیغ میکنن. ما تبلیغ نمیکنیم، فقط به مردم یاد میتیم. اونا قرآن را به عربی یاد میتن، ما قرآن را به فارسی یاد میتیم. اونا احادیث را به عربی میارن، ما احادیث را به فارسی به ملت یاد میتیم. جرم ما چی است؟ جرم ما همی است که دینتان را معرفی میکنیم. همی است جرم ما. بازم آمدی نصیحت کردی. مسلمان دوم، نصیحت کننده مسلمان دوم، بر تو کسی نصیحت نمیکنه، تو را از عمل و کردار و فعلت ما مشناسیم که تو چی فعلت. تشکر جان برادر، اوقات خوش برات تمنا دارم. بسیار خم هستی، بسیار غذا هستی، دارم گوش کن. نه نگو عزیز من، نگو، نیاز نیست. تشکر، نه نگو دیگه، نیاز نیست. شما مسلمانان وطن ما افغانستان،
از بس که در امو کوچه ها گشتین، ریش سفیدایتان آمدن نصیحت کردن، شما فقط در درونتان چیزی به نام نصیحت دارید. اوقاتت خوش، نصیحت مرا نکو جان برادر. من نصیحت کننده های بسیار زیادی دارم که اگر بخواهیم مرا نصیحت کنند در خدمت اونا قرار میگیرم. حالا دیگه تو بگذارش، بگذارش که به کار خودش رسیدگی کنه اون نصیحت. سلام علیکم کاوش عزیز، خوب هستی؟ صحتمند هستی؟ خوش آمدین بزرگوار، در خدمت شما قرار داریم. موضوع برنامه قرآن کلام چی کرد؟ من بسیار خوشحال هستم که خودت هم میبینم، خوب برنامه خوبی داری همچنان و دوستان هم بسیار تشویقت میکنن. کاوش عزیز، من اگر از اسلام، از کتاب اسلام ناباوری داشته باشم، خودت کدام گزینه بعدی داری به من پیشنهاد کنی من چی کنم؟ انسان باشین کافی، از کدام گزینه دیگه براتون بدم؟ باز اگر انسان باشم خب برای ما فرقی نمیکنه، خوار مادرم دیگه او وقتی چی را نمیفهمم دیگه، ما باز اونجا چطور کنم؟ یعنی اگر اسلام نباشه مردم بالای خوار مادر خود خیز میزنن؟ خب او وقت دیگه فرقی نمیکنه، هر کس سوال ما را جواب بده. اگر اسلام نباشه مردم بالای خوار مادر خود خیز میزنن؟ خب کتاب اسلام که وقتی که نشناسی بازو و آخر برنامه پیش میاد دیگه. سوال ما را جواب بده، یا آ یا نه خیر. اگر اسلام نباشه مادر بند نیست. اگر اسلام نباشه مردم، اجازه بدین، اگر اسلام نباشه مردم با خواهر مادر خود سکس میکنن؟ اگر کتابی را نپذیره دیگه در خواهر مادر خودم بند نیست. بسیار خوب، پیامبرتان تا سن 43 سالگی با کدام یکی از عضو خانواده خود سکس کرده بود؟ تا سن 43 سالگی او جرمه چی رقم بفهمم که تو 1400 سال پیش اگه آدم نه، یعنی اگر شما همین فرضیه را ببینین، همین فرضیه شما که اگر اسلام نباشه ما بالای خواهر مادر ما تجاوز میکنیم، خب امین استدلالتان را میبرین در زمان آیات پیامبرتان. پیامبرتان مسلمان نبوده، پیامبرتان بت پرست بود، بت پرست. پس پدر پیامبرتان با خواهر خود رابطه جنسی داشته یا با مادر خود یا با خاله خود یا با چی کسی یا با دایی خود؟ کاوش عزیز، باز برای ما سوره نازل شد، سوره نساء آیه 23 نازل شد که مسلمان ها نباید با خوار مادر خود هم سوره نساء در کدام سال نازل شده؟ امین آیه دقیق نمیفهمم دیگه، من قدر وقت ندارم که همراه خود زیاد گپ بزنم، فقط جواب میخوام. وقت نداری؟ وقت نداری؟ وقت جواب بده. سوره نساء آیه 23 که وقت نداری؟ وقت خوش. موضوع برنامه پاسخ به سوالات تو در پیرامون غیر برنامه نیست. خب من جای در مورد برنامه، در مورد قرآن سوال داری، من در خدمتت. جان دلم، من فعلا قرآن پیشم نیست که من تمام حالا برو دوباره یک وضو کو، غسل کو، قرآن تا در بغلت گرفته بیا دوباره در برنامه. بغلت گرفته بیا دوباره در برنامه. درست است؟ من کار هستم عزیز. کارت خلاص شد، من 2 ساعت 3 ساعت برنامه دارم. قرآن تا بغل کرده. جواب بده خوب برای من. برات گفتم دیگه، قرآن تا بغل کرده بیا که برات جواب بدم. برای من خود جوابی ندادی عزیز. سپاس عزیز من، سپاس گذار هستم. جواب نداری نه؟ گفتم تشکر، خارج از موضوع برنامه، من قرار نیست با تو جواب ارائه کنم. قرار نیست من با تو صحبت کنم، به خاطر که تو نه قرآن در بغل داری، نه سواد اسلامی داری، نه در مورد دینت میدانی. حالا من سوال میکنی، هدفت از سوالم فهم نیست. هدفت از سوال فهمیدن نیست، درک کردن نیست، به مراد رسیدن نیست. هدفت از سوالی است که کوشش کنی مرا شکست بیتی. دیگه کاری کردن نمیتونی، مرا شکست داده میتونی. یعنی قدر قدرت داری به نظرت؟ من فکر نکنم قدر قدرت داشته باشی هموطن. حالا من منتظر هستم. سلام مجدد دوستان، یا آقا یک بار صحبت کرد، امروش بدرود گفتیم. بله دیگه فقط کافی است به نظرم دیگه، یک بار صحبت کرد. آسیا اگر از پدر من هم باشه به نوبت است دیگه جان برادر. دوستان آقا یک بار صحبت کردم رو نظرم دیگه، یک بار صحبت کردم. آسیا از پدر دوستانی که همراهتان بیارین لطفا. سلام، قرآن نیاوردین نیایی. خوش آمدی هموطن، درود بر شما، در خدمت قرار دارم، بفرمایین. من البته در کارهای خودت غرض ندارم، من یک گفتنی دارم برای این دوستای تیک تاک ما در باره اسلام زیاد گپ میزنن، هم یا کجا هستن که بیاین در می لایو خودت که خودت یک جربز داشته باشن. من هم یارم میگم که می میبینی نمیبینی، بیا در لایو همی دوست ما بیای، بگوی حق، بگوی جربز کنه که ببینیم که کی صحیح میگه. من خودم یکم مریض هستم، من خواستم همه خبرت بگویم.
شفای عاجل براتون تمنا دارم عزیز. وقت و خوش برات میخوام. خداحافظ. سپاسگزار هستم. تشکر، اوقات خوش، بدرود. خب ملاها که نه، ملاها کجا می آین؟ ملا قرآن در بغل خود اگر گرفته بیاید دیگه بی قرآن مجبور است دوباره برگرده، قرآن را مجبور است گم کنه، فراموش کنه. یک ملا جرأت کنه بالا بیاید، ملا جرأت کنه بالا بیاید، با ادب صحبت کنه، سه دقیقه با ادب حرف بزنه با ما بدون فحاشی، سه دقیقه، زیاد نیاز ندارم. مرد عزیز خوش آمدین، در خدمت شما هستیم، بفرمایید بزرگوار. سلام و درود خدمت کاوش عزیز و خدا کنه که شما جور صحت باشین و همیشه بعض وقتا شما رو تعقیب میکنم و گفته های شما واقعیت است. خودم مسلمان هستم و اعتقاد مهی است که قرآن شریف کتاب کامل است، ولی ای که با ترجمه اصلیش خوانده شوه بدون از این که کلمه ترجمه غلط شوه یک معنای بسیار درست و انسانی میده. در غیر از او فعلا چیزی که برداشته شده برداشتها بسیار غلط است و مثلا کشتن مرتد در قرآن شریف هیچ نیامده، سنگسار هیچ نیامده و همچنان بریدن دست دوست در قرآن نیامده، دست دوست آمده، ولی اینجا ما متوجه بعد باشیم از این که بریدن شریف دست دوست در آمده شما این کتاب را کتاب کامل می نامید. بله دست دوست بریدنش آمده، ولی امی قطع بعد از دست آمدن به چی مانا شدن هست؟ دست انسان به خاطر دزدی شما این کتاب را کتاب کامل می دانید؟ نه ببینین، اول ما باید دقت کار داریم که خداوند میگه مثلا ید یاد میکنی که ایقت و ایدی هم، بله امی ید چندین بار دیگه آمده، مثلا در خداوند گفته ید الله و فوق ایدی هم، ولی اینجا دست منظور از این نیست که دست، از این نیست که دست واقعی خداوند بالای دست کسی دیگه وجود داره. خب نظر به کانتکست انسانی باید شود، مفهوم واژه مشخص میشه. ما شما که در عصر صیقل سنگ زندگی نمی کنیم، وقتی من میگم ضربه محکم بزن، ضربه محکم در میدان رینگ و ضربه محکم در لایف، به این معنی نیست که من با مشت در صورت از اون میزنم. نظر به کانتکست، اونجا آمده گفته دست دوز را ببرین، هدف از بریدن دست دوز چی است در قرآن؟ خب اول ما ببینیم که امی دزد چند نوع هست. ما تنها دزد مال خو نداریم، دزد وقت داریم، دزد خوشی مردم داریم، دزد اعتبار هویت انسان ها داریم. یعنی ما یک نفر است یک دزی میکنه به هر نوع، مثلا یک نفر است مانع خوشی مردم میشه، مانع آزادی مردم میشه، این دزد نیست به نظر شما؟ خب حالا مانع آزادی مردم میشه، من اجازه بدین، در قرآن آمده که دست سارق و سارقه را، یعنی زن و مرد دوست را به عنوان کیفر ببرین، این امر امر خدا هست. در قرآن شما آمده در سوره نور که مرد و زن زناکار را تازیانه بزنین 100 تا پیش روی همگی. بعد از این محکمه های صحرایی، این محکمه های صحرایی که در افغانستان زنان ما تازیانه میخورن در کمرهایشان، شما این قرآن را کتاب کامل معرفی میکنین؟ اگه برداشت درست شوه، آیات هسته میگه تشبیه میشه به حالتهای آیه اول سوره نور گفته مرد و زن زناکار را تازیانه بزنین 100 تا در پیش روی همگی در جلو همگان. این چی برداشته؟ تازیانه شما ماچ کردن است مگر که برداشت درست داشته باشی؟ بوسه خب کردن است تازیانه زدن؟ خب یکی زناکار است که متجاوز است، به زور تجاوز میکنه، یکی نه فحشا من زناکار است. زنا تجاوز نیست دیگه، زنا را چی کسی تجاوز میگه؟ دو حکم آمده در قرآن شریف، یکی زنا آمده، یکی فحشا آمده. بر فحشا کدام حکم وارد نشده که فحشا میتونه یک نفر به خواست خود برای هر کار. چرا به فحشا، چرا به فحشا حکم نیامده؟ سوره نساء آیه 15 را شما خواندین مگر یا نخواندین؟ چی گفته اگه میشه که می آیت در خانه زن رو محکم کنید تا مرگش فرا برسه اگر زن فاحشگی میکنه؟ به امی آیت مکمل اگه بخوانیم، امینجا یک کلمه که به کار برده که خداوند گفته فمسکوهن، نه امی مانای فمسکوهن نه شما میفهمید یعنی امساک کنین. شما بگین چی معنا میده؟ من بر شما بگم که به مانای عزیزته که اگه ولاتی یاتی نمین کن مل فاهشته خو چی نشه اشتباه نشه، خب
که گفته خب. که فمسک و هنه، یعنی از زنان شما که کسایی که چی میکنه اونا رو تا هنگام مرگ باید امساک داده شود در خانه ها، یعنی زمینی فحشا به شکل باید مرگشان فراغر است، درست است؟ آه یا خداوند یک راه دیگه را قرار بده برای اون راه دیگه را خدا از فحشا هست که بیا راه تعیین کنه. خب وقتی زن فاحشه‌گری میکنه شما در خانه تا وقت مرگش نگهداریش میکنین، درست است؟ نه نگهداری نیست، فقط گفته امساک. نه در خانه حبسش میکنین تا وقتی بمیره. نه نه نگفته که خب چیکار میکنین؟ فمسکو هن، ببینین فمسکو هن به این معنی است که باید برای شما عربی بلد هستید، زمینه اقتصادی مساعد شو. شما عربی بلد هستید؟ بلد هستم، یک کم بلد هستم به حساب یک کم. یعنی چی؟ وقتی شما از مترجمین قرآن کرده قرآن را به شکل دیگه ترجمه میکنین، حتما مترجمین قرآن پیش شما دیگه دور هم پورا کرده نمیتونن، یک کم نی دیگه بسیار زیاد. خب یک کلمه را که در قرآن شریف آمده باید امیر ما معنای دقیق شو ببینیم. مثلا شما از محمد ابن اسماعیل بخاری که در عربی را خوبتر میدانید، مثلا اگه کلمه را به جایش یک دیگر نوع ای را تعبیر کرده باشه، پس در این صورت ضرورت داریم که ما یک غور دیگه کنیم که چرا معنا را غلط ترجمه کردن، غلط برداشت. شما که ترجمه میکنین، من نمیخوام دنبال این واژه های عربی با شما برم. چرا؟ چون من عربی بازی نمیکنم با مسلمان ها. ببینین قرآن ترجمه داره، داره نداره؟ شما که نمیتونین قرآن را ترجمه کنین، سوره اول قرآن را میتونین از خودتان ترجمه کنین؟ میتونین سوره اول تا جای میتونم، تا جای چی نیست که مثلا در قرآن ما یک سوره داریم به نام انعام. انعام یعنی چی؟ انعام به معنی یعنی چارپای، چارپایان، چارپایان. خب معنیش انعام، انعام اسم جمع است یا اسم مفرد؟ انعام ممکن جمع باشه. نه ببینید شما خودتان شک دارین، پس چگونه است مترجمین قرآن کرده شما خودتان را فکر میکنین که ترجمه شما مناسب تر است؟ که مالکشی است، شما میدونین که مالکشی میکنین وقتی میگین دست دزد را باید از جامعه باید ببرین، دزد از جامعه باید دستش را بگیرین که دیگه دزدی نکنه. شما خوب میدونین که این مثلا مالکشی است، چرا این مالکشی را انجام میدین هموطن عزیز؟ به خاطر از اینکه وقتی که ما ببینیم در سوره دیگه که آمده که دست چشم در مقابل چشم و همونطور زخم در مقابل زخم است، نظر به این آیت اینال کسی که دست دوزه به خاطر یک دوزی مال قطع میکنه، اما کسی که میکار حکم تطبیق میکنه باید اما خودش هم دستش باید قطع شود، نظر به این باید چی شود؟ ما گفتم وقتی برداشت غلط از قرآن شریف باشه و بسیاری کسا به این شکل قرآن شریف قبول دارن که میگه نیمش قبول دارن که میگه نیمش قبول داریم نیمش نیم. آیت قرآن پیشتان دارین شما؟ قرآن پیشتان بله هست؟ بله دارم. حالا من یک آیت را میگم برای شما، امو آیت را با برداشت احزاب 50. احزاب 50 سوره احزاب آیه 50 احزاب با برداشت خودتان به ما لطفا بازش کنین، با ما ببینیم که چی برداشت شما از قرآن، چی برداشت شما از قرآن دارین. من حفظ دارم، شما میتونین بخونین، من متن فارسیش را حفظ دارم. حالا ببینیم که چی برداشت شما از این آیت دارین. بسیار کوتاه خواه یک قسمتی که بند است، یک حکم آمده او را بخوانیم ترجمه کنیم، متن را میشه نخوانیم، نیاز نیست به متن را. خواه گفته ای پیامبر، ما همسرانت را، همسرانت که مهرشان را پرداخته ای و کنیزان را که الله به تو ارزانی داشت است برایت حلال کرده ایم و دختر همینجا استاپ های... دیگه امی بند یک بار تشریح کو، امی بند یک بار با ما تشریح کو، برداشت خودت را بگو. خب برداشت ما ای است که یعنی حلال شده از یعنی ازدواج کده زنا کده پیغمبر با همسرایش و با کسایی که مهر پرداخته و کنیزایی که به دست آورده. بسیار خوب، کنیز یعنی کی؟ و اینجا یک کلمه را که ما ببینیم، ما ملکت ایمان یا یمینکا، بلی؟ آن چیزی که دستان راست تو صاحب شده، بلی؟
یک مانای بسیار وسیع هم میته، یعنی هر چیزی که صاحب دست خود انسان است، یعنی خودش مالک خود است، او برش حلال است و این چندین بار یاد شده. پیامبرتان مالک زنان بوده؟ بله؟ پیامبرتان صاحب زنان بوده، مالک زنان بوده؟ خب اینجا گفتم یک کلمه بسیار، یعنی شما بسیار بزرگ بوده. ترجمه خودتان گرفتم، شما گفتین که مالک، من نگفتم، من میگم مالک، شما گفتین مالک. پیامبرتان آیا مالک زنان بوده نبوده؟ مالک زنایی که از رای دیگه اینجا ملکت یمینکه، این حال ای مشخص نکده که زن هست یا چیز دیگه هست، یعنی صاحبان دست یعنی راست. ملک یمین هدفش از زن نیست، درست است؟ کنیز زن نیست، کنیز قلم است، کتاب است یا شطر است. خب کنیز تا جای گفته شده، خب احکام دیگه وجود داره که با کنیز باید شما ازدواج کنین، با کنیز نباید تجاوز صورت بگیره، اما تو یک با کنیز بدون ازدواج اجازه ندارین سکس کنین شما مسلمانان؟ بدون رضایت هیچ اجازه ای نیست، یک آیت دیگه نه رضایت نه کنیز، مگر شما ازش میپرسید که بیام تو را بخرم امرات سکس کنم، رضایت کنیز یعنی چی؟ کنیز چی رضایت نیاز داره؟ خب اگر رضایت میداشت کنیز نمیبود دیگه. کنیز یک اصل است که از تن و عظمی کلمه که کار گرفته شده، ملکت یمینکه، و بدون شک حتی در جای یاد کرده که شما با کنیزان مسلمان ازدواج کنین. نه سوال مرا متوجه شدید، آیا شما بدون عقد نکاح اجازه دارین با زنان سکس کنین یا خیر؟ بدون عقد نکاح ما که قرآن بله. شریف خواندیم، اما تو یک چیز اجازه نداده که بدون عقد نکاح شما اجازه ندارین آلت تناسلیتون را در آلت تناسلی زنی فرو کنین، درست است؟ بدون نکاح بله به این شکل است. سوره این آیات را تک تک را حفظ دارم، واجد به قرآن هم نیست. حالا باز کنین سوره مؤمنون را ببینیم که شما مومنون. قرآن را خواندین نخواندین؟ سوره چندم است مؤمنون؟ سوره مؤمنون دقیقا شماره شنه میتونم براتون بگویم که اشتباه نکنم. بله سوره مؤمنون 23 است. آیت چندم گفتین؟ آیت 4 و 5 ش را یک بار بخونم، متن فارسیش اردیش را بخونین، هم 4 هم 5. خب 4 و 5. بله. و آنان که زکات می پردازند و آنان که شرمگاهشان را حفظ می کنند. پنج را بخونیم. شرمگاهشان را یعنی آلت تناسلیشان را حفظ میکنن. پنجم را بخونیم. خب مگر الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. بله. تا حفظ میکنن مگر در برابر زنانشان و کنیزانشان جدا. دو چیز. خب کنیز باید با اجازه خودش باشه. اونها را نباید آیت دیگه شما که گفتیم ما سکس نمی کنیم بدون عقد نکاح، عرف پیشترتان چی بود؟ خب درست است، بدون عقد نکاح ببینین امین نکاحی که هست نی، اولی شرطش رضایت است، بله؟ به می شکل بسته میشه و حتی با هر کس باشه بدون رضایت. پیشتر شما ادعا کردین، اجازه بدین، شما پیشتر ادعا کردین که شما بدون عقد نکاح سکس نمی کنین با زنان، درست است یا خیر؟ بله درست. عقد نکاح اجازه و نااجازه را فعلا کنار بگذاریم، بعد میایم بالای اون اجازه. با کنیزانتان قرآن اجازه داده که بدون نکاح، بدون عقد نکاح با این زنان سکس کنین، این چی استثنایی است؟ این خب شما با این عمل زنا میگفتین، این چی زنایی است پس انجام میدین شما؟ آیا رای درست با کنیز که نکاح نمیکنین؟ رای درست همین میشه که ما کل قرآن شریف قبول کرده باز یک حکم وارد کنیم یا اینکه تنها یک بخششه؟ خب شما کجای قرآن را دیگه دلیل میارین برای من؟ کجای قرآن را دلیل میارین؟ در اینجا گفته کسان مؤمن کسانی هستند که زکات میدن. گوش کنید برادر، مؤمن کسی است که زکات میده
و آلت تناسلی خود حفظ میکنه، مگر استفاده میکنه این آلت خود را با زن خود و برده جنسی خود. کنیز که برده جنسی است دیگه، چی کسی است؟ از برده شما اجازه میگیرین؟ برده جان اجازه است من امشب با تو سکس کنم؟ منطقی است من نظرتان امی حرفی را که شما میگین؟ منطق ایجاب میکنه که ما از برده جنسی اجازه بگیریم؟ اگر از برده اجازه میگرفتیم کوچ اصلا نمیخواه برده ما باشه. باشین، ما امی آیت دیگی را میارم که واضح گفته که شما آنها را وادار نکنین به زنا مگری که نه گفته اونها را به فروش وادار نکنین. یعنی چی؟ اگر شما میخواین کنیزتان را بفروشین، بفروشین. اگر خودش میل داره بفروشینش. یعنی امشب شما با این زن سکس میکنین، بعد از یک عادت ماهوارش میفروشینش. این ارزش زن در دینتان است. هم بتنه خب خب یا موایت اگه میشه لطف کنین سر از موایت ما بس کنیم کل موازی. خب این دو آیت را که ما بس کردیم دیگه، شما که به این دو آیت دیگه دلیل نمیتونین بیارین. هم بتنه نازنین جانتان، آیت که منع کرده، آیت که منع کرده نی اونجا من از چی کرده؟ من از این کرده که اگر شما کنیزتان موافقت نمیکرد بالش مردگاوی نکنین. اونجا گفته فروشش را، دادنش را به دیگران، پول جمع کردن بعد در برابر آلت تناسلیش، نه اینکه شما بالش تجاوز نکنین. وقتی شما میگین برده جنسی، خود همین برده جنسی بدون رضایت در خدمتتان قرار میگیره. مگر از برده شما اجازه میگیرین؟ محمد از صفیه اجازه گرفته بود که میخوای ما امرات سکس کنم؟ ببینید محمد از ماریه قبطی اجازه گرفته بود که میخوای ما امرات سکس کنم؟ محمد از ماریه قبطی اجازه گرفته بود؟ نظر به چی باید اجازه بگیره؟ خب نظر به چی؟ مو آیت آیت گفته به خاطر عرض دنیا. ببینید آیت که گفته شده است، ما زیاد به گفتیم اصل کلمات بگردیم. به خاطر عرض دنیا شما را آنها را به خاطر وادار نکنین که چی کنن، اونجا فروختنشان گرفته. یک بار دیگر میگم بسیار مرا ببخشید، هم دنیا غلیظ استفاده میکنم. مردگوی کردن بالای کنیز بدون رضایت کنیز الله براتون اجازه نداده، اما اگر کنیز موافقت داشته باشه مردگوی بالای کنیز حلال است در دینتان. قرآن میگه اونجا خودتان را نگفتم، مردگوی را گفته. عرض دنیا، عرض دنیا شامل تن و مادیات نیست نی؟ خود عمل جنسی است که یک مرد میخواد. این هم جمع از جمله عرض دنیا به شمار میره یا نمیره به نظر تو؟ استفاده یک جنسی مرد، این عرض دنیا اگه حساب کنیم اینمی به می شکل واضح آمده که به خاطر عرض دنیا، نگفتم مال دنیا، عرض دنیا که شامل. حالا ما شما صحبت کردیم، نه دور بگذاریم از این موضوع میگذاریم. حالا ما شما صحبت کردیم هموطن، دوستان صدای شما حساب کنیم اینمی به می شک کنیم اینمی به حالا ما شما حالا صحبت کردیم ما کافر بسازم. حالا در برنامه های بعدی هم اشتراک کنین، دوستان به مقدار کافی گفتگوی من و شما را شنیدن، دوستان قضاوت میکنن هم مسلمانش هم نامسلمانش. به نظر من تا اینجا کفایت میکنه به برنامه بعدی. تشکر از وقتتان، قربانتان. اما فکر کنین هموطن، صداقت را فراموش نکنین هیچ وقت. اوقات خوش براتون تمنا میکنم. ما هم خداحافظ شما، قربانتان، بدرود هموطن. خب بزرگواران، ما وقتی در مورد مسئله صحبت میکنم، هدف ما مات کردن و شکست دادن کسی در برنامه نیست. به همون خاطر کوشش میکنم به همون راه برم که هموطن ما اشتراک کننده برنامه راحت باشه. یک نفری که با ما صحبت میکنه من قرار نیزوره دهنش را ببندم و مسخرهش کنم. به همون خاطر من اجازه میتونم که اینا زیادتر صحبت کنن. بهتر است که اینها را شما بشنوین، استدلال های اینها را شما بشنوین. خب اتحاد خوش آمدین بزرگوار، در خدمت شما قرار داریم. بفرمان. سلام کاوش جان، خوب هستین ساعت من؟ درود بر شما. بفرمایید بزرگوار، موضوع برنامه را میشه یک بار است. قرآن نظر و باورهای ما کلام الله است. شما مسلمان هستین؟ کلام خلق شده خدا. بله. منابع اسلام چند تا منبع داره بجز قرآن؟ منبع اول قرآن است، منبع دوم چی هست میدونین؟ منبع دوم حدیث است. سنت که امو حدیث را هم در بر میگیره و کردار و گفتار و پندار و همه چیز رسول در امو سنت هست. خب حالا قرآن و سنت
دو تا منبع اسلام. خب شما ایمان دارین که قرآن کلام الله یا خدای خالق جهان است به نظر شما، یا اینکه رسیدین به این مطلب، یا اینکه با تحقیق اطمینان حاصل کردین به این مطلب رسیدین؟ نه خیر، اطمینان هیچ وقت حاصل نکردیم. باور داریم که خداوند هم خالق کائنات هم خالق انسان هم. نه نه، اینکه قرآن کلام خدای شما هست، شما با مطالعه به این میشه گفت دست یافتید، یا اینکه خودتان حدس میزنید، یا اینکه ایمان دارین به این مسئله؟ یکی ایمان داشتن است. اگر من ایمان داشته باشم که بیرون برف میبارد در حالی که هوا مثبت 40 باشه، این ایمان من است، این واقعیت نیست. حالا شما خودتان رسیدید مطالعه کردین که بعد قرآن را مطالعه کردین، رسیدین که این کلام الله هست، کلام خدا هست، یا اینکه از اجدادتان برایتان گفته شده و شما حرفای اجدادتان را تکرار میکنین؟ ما قرآن تا یک اندازه مطالعه کردیم و به این باور هستیم که کلام خداوند است، اما به این ما دست نیافتیم که مثلا یک چیز ثبوت قطعی علمی شده باشه که کلام خداوند است. نه، خودت هم در شک هستی. نه، باور برش دارم، اثباتش کرده نمیتونم. برای من خودم به شکل بسیار واضح اثبات نشده، اما برش باور دارم. خب پس قرآن دارین پیشتان؟ همین لحظه پیشم ندارم. نخیر. خب حالا من پس چگونه باشم صحبت کنم وقتی قرآن هم نمیتونیم؟ من چیز میکنم، من قبول دارم صحبتهایتان، شما به یک بار شروع کنین. خیر است، کوشش بکنیم. همین لحظه ندارم پیشم متاسفانه. وظیفه قرآن چی است؟ قرآن چرا نازل شده برای شما؟ هدایت کنه بشر، هدایت کنه، هدایتتون کنه، درست است؟ بله، یک تعریف کوچک اگر بگیم. بله. کتابی که قرار است بشر را هدایت کنه، چرا در یکی از آیات این کتاب، در چندین آیتش، من یک مثال میگم از اون نمونه زیاد، نوبت سکس پیامبر با زنانش آمده در تخت خواب پیامبر؟ چگونه این آیت شما را هدایت میکنه که پیامبر با کدام زن خود در کدام شب سکس میکرده؟ برای شما مهم است این مسئله؟ خب اینجا امی بیساب موضوع چندین همسری به خاطر که یکی از چیزهای اسلام است، ممکن به او خاطر بوده باشه که کسایی که بیشتر از یک همسر دارن از او بتانن یک درس را بگیرن. خب اون آیت که مخصوص پیامبر اسلام است. خب به خاطر که اونا هم بیشتر از یک همسر داشتن، که یک نظم و یک چیز را برای همه کسای دیگه که بیشتر از یک همسر داره، یا هم خب. یک درس در، یعنی هدفتان این از کسایی که 4 تا زن داره با اون آیت هدایتشان میکنه الله که عدالت را مراعات کنن، درست است؟ بله بله، بسیار خوب. در اونجا که نگفته عدالت را مراعات کو، و محمد گفته هر زنت را که میخوای ببر، هر زنت را که میخوای دور کو، انتخاب با تو است. نگفته که عدالت کو، گفته به میل خودت انجام بده. دور کو به چی معنا؟ با معذرت کاوش جان، دور کو یعنی اگر نوبت یک زنت بود او را ببر، بجاش عایشه را بیار. در یک موقع خاص ممکن، اگر این حال شما مایت چیز کنین ترجمهش مکمل بخوانین، چون اینجا یک پراگندگی وجود داره که در یک موقع خاص از چی بحث میکرده، شاید بتانم چیز برگفتن. آیت را بخوانم براتان؟ ترجمه آیت را بخوانین، یک کم زرم معلومات را بیشتر یادم آورده شده. باشه. نه نه، من معلومات قرار نیست بتم. حالا شما که مسلمان هستین، شما باید در این برنامه به ما معلومات بدین. دیگه حالا اگه آتیز برای شما قرآن را تشریح کنه باید. مشکل است. متوجه هستین؟ شما مسلمان هستین. من که آتیز هستم، امکان دارم من قرآن را واقعا باید ندارم. اصلا یک بخش یک قصه را یاد کردیم که من درست همین لحظه به خاطر ندارم از چی صحبت میکنیم. ببینین سوره عذاب آیه 51 گفته از زنان خود هر کی را خواهی به نوبت مؤخر دار، یعنی نوبتش را به تأخیر بیانداز، مؤخر دار، و هر کی را خواهی با خود نگه دار، و اگر از آنها که دور داشته یکی را به طلبی بر تو باکی نیست. یعنی که مثل که با انگوش بازی نمیکنیم. این رقم با زنان بازی کو، در کجا از عدالت وجود داره؟ عدالت را من نمیبینم، شما اگر میبینید بگین به ما. خب این را خود، چون که خود پیغمبر درست میفهمید، اینال موضوع از این قرار است که وقتی که پیغمبر اسلام یکی را انتخاب میکرد، ممکن بالای زنای دیگهش تاثیرات دیگه میداشت. این را خداوند در این آیت روشن میکنه که خود پیغمبر میتانه در مساوی رسیده که کی را انتخاب کنه و کی را نکنه. خب پس چرا شکایت میکردن زنایش؟ خب زنایش یک بخش همیشه انسانی که با خطا و با سهو
در رابطه مستقیم قرار داره او را داشتن، زنای پیغمبر که پیغمبر نبود. نه، زنای شکایت میکردن، میگفتن که پیامبر نوبت سکس مراعات نمیکنه، در زیر لحاف عایشه رفتن نمیبرای اصلا. موضوع حسد و رقابت ها و این چیزا که بوده دیگه، از این که منکر نمیشه کسه. فلحاظ اینجا یک چیز لازم دانسته شده که برای کلگی نشان بده که خود پیامبر نه، پیامبرتان که در یک شب با 11 تا زنم سکس کرده، طبق صحیح بخاری. شما اهل سنت هستین درست است؟ موضوع به دیگه طرف رفت نه؟ نه اجازه بدین، شما اهل سنت هستین درست است؟ بله بله من اهل سنت هستم. موضوع دیگه طرف نبره، ما در مورد نوبت سکس پیامبرتان هستیم. پیامبرتان قدرت 40 تا مرد را داشته در صحیح بخاری. بله خب. بله الله الله برش گفته جانم؟ بله بله درست درست. خب پیامبرتان قدرت جنسی 40 تا مرد را داشته در کتاب صحیح بخاری و در یک شب با 11 تا زن خود سکس میکرده، اینجا چرا آمدن نوبت بازی کرده؟ خب ده فکر کنین آیات قرآنی سه رقم است. یکیش به یک موقعیت خاص یک چیز پیام خاص را میتونه داشته باشه که داینده هم از او استفاده شود. یک بخشش قصه های تاریخی گذشته است که از گذشتگان ما را خبر میده و یکیش هم از ازل تا ابد یک پیام کلی داره. در ضمن از این که شما گفتین مثلا در یک شب با 11 نفر طبق حدیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم، ببینید بله. همین موضوع را از دید ساینتیفیک شما رد کرده میتونه؟ چی را رد میکنم؟ که نمی یک مرد توانایی از امیر نمیتونه داشته. توانایی چی را نمیتونه داشته؟ با 11 تا زن سکس کردن؟ بله بله. خب اینکه پیامبرتان با 11 تا زن در یک شب سکس کرده این معجزه ایش است؟ معجزه نیست، من میگم معجزه یک چیز است که ساینس امروزه او را نمیتونه برش رسیدگی کرده. این اصلا معجزه نیست، را ردام نمیکنه خود ساینس. خب پس اینجا شما با چی افتخار گفتین این مسئله را؟ نه شما با این کردین که یعنی گویا شما نشان میدین که همچی یک چیز شاید امکان پذیر نباشه، در حالی که امکان پذیر است. این بسیار یک موضوع پایین. از چی نگاه امکان پذیر است؟ یعنی شما متوجه نمیشم، یعنی شما این عمل پیامبرتان را که در یک شب بدون غسل از این واژن به اون واژن خودش را فرو می کرده، این کار خوبی است یا کار بدی است در نهایت؟ ببینین بدون غسل چیز است که شما این کلمات هم اندازین. بابش است، بابش است عزیز من، اجازه بده. بابش است کسی که غسل کند و بر زنان خود بگردد، یک بار غسل کند، بابش است. من از خودم نمیگم دیگه. سعی کنین وقتی که امکان داره که همچی یک موضوع 11 دوستان عزیز بفرستین اون قسمت یک لحظه که من بابش را به دوستانم بخونم، به خودتم. عزیزان سکس محمد را با 11 زنش بفرستین از صحیح بخاری که ما به دوستم و به خانش بگیرم لطفا. حالا بفرستن ما به عزیزانم و به خانش میگیرم، ببینیم که من از خودم میگم یا در کتاب آمده. اگر از خودم میگفتم که بسیار باید معذرت خواهی کنم که به پیامبر توهین میکنم دیگه، اما اگر از خودم نمیگفتم دیگه، ما از شما اینجا جواب میخوایم بعدن که شما پیامبری که بدون غسل یعنی با عایشه سکس میکنه، با آلت تناسلی خود، با امو آلت تناسلی ناشسته میره در حفصه، در حفصه فرو میکنه، این عملش را، نظافتش را، نزاکتش را و عدالتش را بعدن مورد بررسی قرار میدیم چی کاری کرده. اجازه بدین که منبع برای ما بیایه. اجازه بیادر حالا من برای دوستان میفرستن، من چند خودم هم میتونم بخاری را باز کنم وقت میگیره، حالا ما تو صحبت میکنیم دوستان میفرستن من برای دوستان. سکس پیامبر با 11 زن در یک شب از صحیح بخاری. خب تا وقت کدام نقطه دیگه اگر دارین میشه که روی از صحبت کنیم یا رسید برتون. خب نه نقطه دیگه نیست. باب 12 هم صحیح بخاری حدیث شماره 268 حدیث شماره 268 باب را گوش کن عزیز من. کسی که جماع کند، یعنی کسی که سکس کند، کسی که سکس کند و سپس سکس کند، یعنی دوباره بدون وقفه سکس کند و به یک غسل اکتفا کند و به غسل اکتفا کند، یعنی 11 بار سکس میکنه یک بار غسل میکنه. یعنی 11 بار نه این تحلیل شماست. پس اجازه بدین، اجازه بدین وارخطا نباش، وارخطا نه، شما برات بازم میخوانم 10 بار برات میخوانم. ببین تحلیل تا نکو، اول حدیث ده بار برات میخوانم،
از من تعیین تکلیف نکو، 10 بار برات میخوانمش، گوش کو یک بار تعیین دیگه. تکلیف نیست، در بین خواندن چرا خودت حالا اجازه بده که من بخوانم دیگه. صاحب حالا اجازه بده که من بخوانم. بفرمایید. قربان. باب 12 صحیح بخاری. کسی که جماع کند و سپس جماع کند و کسی که بر زنان خیش گردش کند و به غسل اکتفا کند. جماع کند و بعد جماع کند و بعد غسل کند. چی معنا میده بزرگوار؟ از شما میخوایم امیر را بشنوم، امیر چی معنا میده؟ شما که گفته نینی، من که گفتم معنایش براتون. شما نینی گفتی. خب بفرمایید. آلو آیدان را برام بگوین پس. شما جماع کند و جماع کند و به غسل اکتفا کند یعنی چی؟ شما می مفهومتان از این حدیث چی است؟ لطفاً خواهشاً بگوین برام. ای حدیث نیست عزیز من، ای باب همین چند تا روایت است که مربوط سکس پیامبرتان با زنایش میست، از اون این حدیث نیست، ای که باب است. خب از امی روایت حدیث خود ضرور نیست، این روایت هم نیست، باب کتاب است عزیز من، باب کتاب. میدونی باب یعنی چی؟ از یک کس نقل قول شده یا نشده؟ حالا مفهوم من روایت رو برات میخونم، حالا روایت رو برات میخونم. بفرمایید. از قتاده روایت است که انس ابن مالک گفت پیامبر در برخی اوقات از روز و شب، یعنی در یک شبانه روز، بر زنان خیش گردش میکرد و آنها 11 زن بودند. قتاده میگوید انس را گفتم آیا طاقت آنقدر سکس را داشت یا جماع را داشت؟ انس گفت میگفتیم که برای آن حضرت نیروی 40 مرد، من اشتباه کردم، نیروی 30 مرد داده شده است. چرا اللهیتان و پیامبر نیروی عقلانی 1 تا مرد را نداده بود اما نیروی جنسی 30 تا مرد را داده بود؟ این دید شماست که نیروی عقلانی 1 دانه مرد هم نداده بود. خب تا سن 43 سالگی که بت پرست بود، اگه عاقل بود بت پرست می بود. تا سن 43 سالگی نخیر. خنده داره؟ نه امیر خنده داره؟ نخیر. یک لحظه اجازه بده ملت خنده ات را بپرسم، اجازه بده. خنده چرا میکنی؟ پیغمبر خدا هیچ وقت بت پرست نبوده. یک پیغمبر خدا هیچ وقت بت پرست نبوده، درست است؟ نخیر. اجازه بده که من برات منبع بیارم. حالا ببین به هر چیزی که تو میگی برخلافش من منبع برات میارم که دیگه آهسته 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 حداقل اینم که شده برگردی عزیزم، بخرت برگردی. حالا ببین از کتب معتبرتان دوباره برات منبع میارم که پیامبرتان تا وقتی که به پیامبری رسیده با آیین اجدادش بوده. اجداد محمد چی را پرستش میکردن؟ سوال ما جواب نمیتین؟ روایت بیانیم که حضرت محمد مثلا یک تا پرست نه نبود. اجداد محمد تا وقتی که من روایت را بخونم، اجداد محمد چی را پرستش میکردن؟ اگر هدفتان از اجداد عبدالمطلب باشه، عبدالمطلب هم یک تا پرست. اجداد عبدالمطلب نه بزرگوار، اجداد محمد یعنی چی؟ عبدالمطلب مگر پدرکلانش نبود؟ عزیز من همه اشتا میگم اصلا اجداد از چی کسی شروع میشه؟ شما میدونین اجداد یعنی چی؟ هدفشان اینجا سلسله رسیدن به اسماعیل علیه السلام نشان میده که اینا یک تا پرست بودن. اگر در بین یک یا او طرف میره یک موضوع، یک یعنی عبدالعزا. اجازه بدین اسم پدر پدر بزرگ محمد چی بود؟ پدر یعنی پدر عبدالمطلب اسمش نمیده. بله بله نمیفهمم. پس از کجا میدونی که مسلمان بوده؟ مذرد خواهی میکنم، یک تا پرست بوده، یک تا پرست بوده، یک تا پرست بوده، یک تا پرست بوده و خود حضرت محمد یک تا پرست بوده. روایت پدر محمد یک تا پرست نبوده باشه. پدر محمد عبدالله اسمش بود، درست است؟ بله بله. الله را پرستش میکرد؟ بله بله الله را پرستش میکرد. حالا شما میتونین که دایی برین که الله نامی عبود بوده. حالا کوتاه نم میتونین چی عزیز من؟ صبر کو. روایتی را که برات گفتم، کتاب طبقات محمد ابن سعد جلد 1 صفحه 188، پیامبر اسلام 40 سال بر آیین قوم خود بود. خب حالا از قرآن پیدا میکنیم که آیین قوم محمد چی بوده. سوره شورا آیه 52 را بخونم. از قرآن یا از احادیث؟ اجازه بدین یک لحظه، اجازه بدین. اجازه صاحب اجازه سین، اما بسیار به یک مراجع بسیار ضعیف شما اشاره میکنید. بر ما از قرآن اجازه بدین، مرجع ضعیف، مرجع ضعیف. اجازه عزیز من بر ما بگویم که
پیغمبر خدا بود، پرست بوده قبل از 40 سالگی خود. حالا ببینید دوستان عزیز، مرا گفت که شما از مرجع ضعیف میارین. همین پیامبر اسلام 40 سال قبل، 40 سال قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شد، 43 سال از این وقت تولدش دیگه، بر آیین قوم خود بود. گفت مرجعتان ضعیف است، میشه اسم کتاب را بر ما بگیرین؟ من از کدام کتاب آوردم این منبر به شما؟ من با مو کتاب را که وقتی که ما چیزش نداشته باشم، وقتی چیزش نداشته باشم، وقتی که حدیث بخاری، اسم کتاب چی بود؟ شما مرجع را ضعیف گفتین، اسم کتاب چی است؟ کدام کتاب؟ کاووس جان برای من گفتی پیغمبر خدا بت پرست بوده قبل از 40 یا 43 سالگی، هر آن چیزی که تو مینامیش. امیر برای ما در قرآن یا صحیح بخاری عزیز من، یا مسلم، ما برای شما روایت اجازه بده یک لحظه. حالا صداقتتون را یک لحظه، حالا ما صدور رد میکنه. جانت سلام، یک لحظه سکوت کنید. اینجا ببینم که شما، ما عدم صداقتتون را در گفتگو با دوستان باید معرفی کنم. این وظیفه ما هست. ببینید اجازه بدین یک لحظه. نه من فراموش نمیکنم اون مسئله را، با این قال مقال کردن، با مداخله کردن فراموشم نمیشه. 20 ثانیه خود شما هم مرا وقت بدید. حالا 20 ثانیه صحبت کن، یک دقیقه صحبت کن، بعد من عدم صداقت را به دوستان معرفی کنم. یک بار بفرما. امی روایت را که خودت ذکر میکنی، مسند امام احمد را موضوع را رد میکنه. و در صحیح بخاری مسند امام احمد چی است؟ و در صحیح بخاری و صحیح مسلم و یا در قرآن هم چیز اسم کتاب امام اسم لحظه. کتاب امام احمد را یک بار دیگر بگیر. از یک 20 ثانیه بدون تقاطع گفتین میایین؟ نه، بدون از اینکه یک نه اسم کتاب را دوباره بگیر یک بار. کدام کتاب؟ 20 ثانیه 20 ثانیه مرا وقت بدین، باز من همه چیز برات اسم کتاب را عزیز من اسم کتاب را بگیر، اسم کتاب را دوباره بگیر. مرا وقت بدین، من هر سوال تا باز جواب که داشته باشم میتونم. نه اون کتابی را که در این 20 ثانیه میگیری اسمش را دوباره بگی، متوجه نشدم. من برای من یک روایت را بیار که در اینمی 6 دانه حدیثی که هست به شکل مستقیم یا نظر به چیز قرآن بر اساس از او استدلال کرده بتانیم که پیغمبر خدا بهترین عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بت پرست بوده. برادر عزیز، حالا سوال اجازه دارم، کتابی را که نام گرفتین از امام احمد ابن حنبل، کدام نام کتاب چی بود؟ مسند امام، سندهایی را که اینا جمع آوری کرده، مسند امام احمد. ببینین شما که هنوز نام کتاب را درست گرفته نمیتونین، میان کتاب های دیگر را تضعیف میکنین. شما منتظر روایت هستم 5 دقیقه میشه صحبت به این طرف و اون طرف. بسیار خوب، اول در قدم اول که مسند نیست، مسند هست، مسند ما نداریم. در قدم دوم عدم صداقت شما را، پیامبر اسلام 40 سال بر آیین قوم خود بود، شما گفتین ما از کتاب های ضعیف این روایات را برایتان میاریم. حالا از کدام کتاب، اسم اون کتاب را بگیرین که من براتون گرفتم، از کدام کتاب این روایت را آوردم؟ مک زید شما برای من روایت ادعا کردین که روایت دقیق میارم که پیغمبر خدا. اوقات خوش هم بدن عزیز، اوقات خوش برایتان تمنا دارم. صادق نیستین، صادقت را یاد بگیرین. صادق نیستین، صداقت ندارین. یعنی میفهمی چی میگم برات؟ اسم کتاب را گرفته نمیتونی، مورخ را تضعیف میکنی. یکی از بزرگترین مورخین شما خود محمد ابن سعد هست، اسمش را گرفته نمیتونی، متوجه هستی؟ و بعد در سوره شورا آیه 52 پیامبرتان را چی معرفی میکنه؟ بیمان. پیامبر بیمانتان پیرو اسماعیل بوده. خب فکر کو، ما از اسرائیل نیستم عزیز من، ما از افغانستان هستم، فکر نکنم از اسرائیل باشم. بله بفرمایید بزرگوار. درود، موضوع برنامه قرآن کلام چی کسی هست؟ سلام محترم، خوب هستم؟ بخیر هستم؟ با امید سلامتی شما در خدمت قرار داریم، بفرمایید. سوال از من شما میست برادر، که خودت مخالف دین هستی یا که از کدام، خودت از کدام مذهب هستی؟ من هیچ مذهبی ندارم، لا مذهب هستم عزیز. یعنی به مذهب هستی؟ خب چطور تو درباره یک انسان کامل گپ میزنی، یک شخصیتی که در مورد کدام انسان کامل؟ خود از او پیغمبر خودت کی خلق کرده در دنیا؟ در مورد کدام انسان کامل ما صحبت کنیم؟ ما انسان خطو راجع به پیغمبر اسلام گپ میزنی که او خب نامش را بگیر. انسان کامل چی کسی است؟ انسان کامل کسی است که
که از طرف خداوند برش وحی آمده باشه. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پای انسان کامل است، تو خود ما هیچ ماخ انسان ناقص هستیم، تو خود عقل ناقص هستی، تو خود کدک پیامبر خود بند میکنی، تو با کدام عقل با کدام منطق اینا بر ما بگو، با کدام منطق تو خودت کدک انسان کامل با خود درباره یک انسان و خودت مذهبت نامعلوم است، دینت نامعلوم است و تو درباره یک شخصیتی که امو پیامبری که امو پیامبری که خصیه های خود را میشورد، باز بعد دهن خود را با امو دست خود در دهن خود میبرد، امو پیامبر انسان کامل است؟ او را از کجا منبع گرفتی؟ از کجا گرفتی؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری. صحیح بخاری. بله. محترم گوش کو، گاب گوش کو برادر محترم، ما با کسی توهین نمیکنیم، تو با یک شخص نه ما توهین نکردم، من کدام روایت خودتان را میخوانم کردن درست نیست محترم برادر قند. امو پیامبر اجازه بدین، شما محمد را کامل گفتین، صحبت کردین، شنیدیم دیگه، خب چرا کوشش میکنی که اصلا وقت ندین مرا، حرفتان را میشنویم دیگه. بله بله میشنویم. حالا اجازه بدین، حالا پیامبر شما، پیامبر شما در کتاب صحیح بخاری روایتی وجود داره که با دستهای خود آلت تناسلی خود را شستشو میکنه، بعد دستهای خود را در زمین میمونه، دهن خود را میشویه. کامل بوده؟ خب بسیار خوب. اینا جوابش میخوایم بشنوی؟ میخوای بشنوی؟ بله. کامل بوده یا نبوده؟ اگر کامل بوده بعد از آلت تناسلی دست دهن دهن بردن کامل بودنش را ثابت میکنه. کوچکترین استدلال بود، هنوز استدلال وحشتناک ما نکردیم، ما میدونم چون شما سطح داناییتان در مورد اسلام پایین. از فاوندیشن یک منزل وقتی که خانه رو میسازیم فاوندیشن از رو بفهمیم. تو درباره انمی رو فهمیدی که چی میکنه حضرت محمد؟ تو بدر درباره حضرت محمد چی معلومات داری؟ تو آیا کدام جان دلم؟ من معلومات ندارم، من کتاب اجازه بده دیگه. خب تو گفتی من جواب میتم، تو اومدی نصیحتم میکنی، من جواب بده نصیحت نکن دیگه. درباره یک نفر شخصیت جان در بر کتاب صحیح بخاری، در کتاب صحیح بخاری گفتم محمد خایه های خود را میشته، بعد دهن خود را دست خود را فرو میکرده. کامل بوده؟ سایکو اوقات خوش هموطن، اوقات خوش، نصیحت هایت را لطفا به پسر کوچکت بگو. اوقاتت خوش. تو غلط گپ بزنی مجبور تو را. تو گپ زدنم نمیمانی، خودت دیگار قرد. روز خوبی برای تمنا دارم، شب خوبی برای تمنا دارم هموطن. سپاس. شما نصیحت کردن میایین، یکیت بالا بیا که استدلال بلد باشه، یکیت اونت که برش منبع میتون میگه کتابت ضعیف است، دوباره میپرسم میگم اسم کتاب را بگیر، اسم کتاب را نمیدونه، اما مورخ را تضعیف میکنه. چرا شما مسلمانان صداقت ندارین؟ شما که دینتان، پیامبرتان که لقب امین داشته، شما چرا دروغ میگین؟ پیامبرتان که امین امین میگین، خب پیامبر امین باید نسل امین به دنیا بیاره، چرا شما دروغگو هستین؟ خب همین تو که دیوانه نیستی، بیا بالا بینم که تو چی میگی عزیز من. من تاش نمیشم از بس در برابر شما زیاد صحبت میکنم، چون نمیدانین نمیفهمین. بفرمایید خواهر بزرگوار، در خدمت شما هستیم. درود برادر عزیزم. درود بر شما، خوش آمدید. تشکر تشکر. موضوع لایفت من یه لحظه فراموش کردم برادر بولم. موضوع ما اصلا متوجه شدین که من منتقد اسلام هستم، اسلام را نقد میکنم و بی خدا است. بله بله. و خدا ناباور است. تازه عجولانه درخواست ریکویست دادم، چون یه خورده اینجور تایپ کردم، اینقدر تایپ میشه میره بالا دیده نمیشه نوشته ها. خب شما مسلمان هستین بانوی بزرگوار؟ نه مسلمان نیستین. نظرتون در مورد اینکه قرآن بعد اینکه آدم تحقیقات میکنه و میفهمه که معذرت میخوام دور از جون این جمع، وقتی میفهمه که چقدر شیطان صفت ها اومدن درونش نفوذ کردن و ما تسخیر شیطان شده بودیم و حالا نجات پیدا. مسیحی هستین؟ تسخیر شیطان الان دیگه فهمید. بله بله. خب برنامه در مورد مسیحیت، شخصی که در مورد مسیحیت نیست. یه لحظه داداشم بفرمایید. نه من با من نیومدم بحث مسیحیت رو اینجا باز بکنم. من همون چیزی که شما مد نظرتون هست در مورد همون صحبت میکنم. شخصی که به محمد ایمان داره،
یعنی پیرو چیزاشو میدونه، کتاباشو خونده و میدونه محمد چه صفاتی داشته، چه کارهایی انجام داده. با دختر 6 ساله، دختر 6 ساله رو لمس کرده. مرد 55 ساله، حالا 51 ساله، 52 ساله میگم، حالا 50 به بالا بوده، میاد یه دختر 6 ساله رو خودشو بذاره یا پدر بزرگش و پدر خودشو بذاره جای محمد، آیا خودش راضی میشه که همچین کاری بکنه؟ این دور از انسانیته، این دور از وجدان یک مرد، اصلا مردانگی نمیشه گفت. اینو مرد، مرد هست، انسان هست، اصلا از انسانیت خارج شده که بیاد یک دختر 6 ساله رو لمس کنه خودشو، معذرت میخوام، معذرت میخوام، با لمس کردن ارضا کنه خودشو، بعد 9 ساله که شد اینو به عقل خودش در بیاره که قشنگ بکارتشو گرفته. کجای انسانیت گفته؟ در مورد اسلام نیست، در مورد قرآن هست که قرآن کلام خدا هست یا نه. حالا شما چون نظرتان رو گفتید، خب ما اینو میخواستم از شما بشنوم. شما گفتی که قرآن کلام خدا هست یا نه؟ خدا کجا فرموده برو جنگ و ستیز کن، بکش، بزن، اعدام بکن، فلان کن؟ نه، خدا کجا فرموده؟ خدا جز مهربانی، صلح، دوستی، آرامش، گذشت، اینا رو خداوند فرموده، گفته دوست باشید، برادر باشید. خداوند ما انسان‌ها رو روی سرزمین تکثیر نکرده، زیاد نکرده که بیایم به جون هم دیگه بیافتیم. حالا ببینیم که اگه استدلال کنیم که با مسیحیت هم سازگاری داره. یکی از آیات‌های قرآن رو براتون میخوانم در مورد عیسی مسیح، اجازه از براتون بخوانم؟ بفرمایید. در مورد مریم هست، سوره تحریم آیه 12، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، مریم دختر عمران، زنی که آلت تناسلی خودش را حفظ کرد، فنفخنا فیهم روحنا، و ما از روح خود در آلت تناسلی مریم فرو کردیم. نظرتان در این مورد چی است؟ این میتونه حالا یک معجزه باشه، چون خداوند اینو دیده که حالا، یعنی شما به این باور هستین؟ اگر بخوای به عمقش وارد بشی یه جوری آدم پرت میشه از موضوع، انگار از یه پرتگاهی میفتی، آدم بی باور میشه. درست است؟ آره، بی باور میشه. اگر بخوای تا ته موضوع بری، همین جور که تا ته آخرش میخوای بری که خدا کجاست، من باید خدا رو ببینم، چرا خدا دیده نمیشه؟ یعنی یک سوال، خب شما چون مسیحی هستین، اینجا بین شما و مسلمانان در این آیت یک وجه مشترک وجود داره، درست است؟ بله. یک وجه مشترک دارین به نام این که شما با همون باور هستیم اونها. بله. این خدایی که با این همه بزرگی بوده، چرا آمده به آلت تناسلی یک زن دست درازی کرده به خاطر ساختن پسر خود، یا همان عیسی، یا خدا، یا هر کسی که شما برش میگین؟ چرا نیاز به یک زن چرا داشته؟ حالا دست درازی کرده. آیا مریم موافق بوده؟ نه، اینطوری هست که این خداوند میخواسته خودشو مثلا حالا مردم میگن، انسان ها میگن که خدا کجاست، ما میخوایم ببینیم، این همه میگن خوبه، این همه پداکاری، این همه کو، کجاست؟ اینطوری شده که خداوند خودشو به صورت جسم در آورده، روی زمین اومده تا بفهمه عیسی مسیح هیچ کار خطایی انجام نداده، همش دنبال صلح و دوستی، محبت، گذشت، اینا رو به انسان ها یاد داد. حالا بودن انسان هایی که مخالف بودن و به صلیب کشیدنش و نخواستن که خوبی روی این سرزمین باشه. نه، سوال اینجاست، خب بوده که کشتنش دیگه، متاسفانه. حالا من با خدا باورم نیستم بگیم خدا مغفرتش کنه، اما مسئله اساسی این هست، سوال پایه این هست، چرا خدا، خدایی که نیاز نداره، خدایی که کهکشان راه شیری را آفریده، خدایی که ستاره یووای اسکوتی را آفریده که چند میلیون بزرگتر از این میشه گفت سیاره های منظومه شمس، منظومه خورشیدی ما هست، خب این خدا چرا به آلت تناسلی یک زن دست دراز کرده؟ این برام جالب است. خب ببین، مریم باکره بوده، اگر می اومده مثلا حالا اقدس و خدیجه و نمیدونم یه خانم دیگه ای که شوهر داشت و بچه آورد، با اون مثلا از اون زن یه بچه می اومد، می گفتن ای معلوم نیست بچه کی هست، معلوم نیست از نمیدونم علیه تقیه نقیه هستیه، چون مریم پاک و پاکیزه بوده، خب با باکره بوده، از وجه این تاریخ برای مریم اومده. بانی عزیز، آل بالای بله. مریم هم که ما داریم در تاریخ وجود داره که
عیسی پسر یوسف نجار هست. نه چون مریم نامزد یوسف بوده، حالا حالا خدا اینطوری میگن که این عیسی نامزد بچه یوسفه، چون زمانی که تو اون دوران نامزد میکردن همینجور تا زمانهای این 50 سال پیش هم بود، خدا آمده زن یه مرد هم دیگر رو نمیدیدن. بانو وجیه بزرگوار، اینجا خدا یه خیانت دیگه هم کرده، به زن شوهردار دست درازی کرده که نامزاد که نصف شوهر از دیگه. حالا اونجاشو میگم مریم چون باکره بوده، پاک بوده و مریم هم پذیرفته این امر خدا رو، اون این شوهر مقبولیت داشته دیگه، اون که شوهر داشته، خدا دیگه کار نباید میکرد. حالا چی کنیم دیگه، خداست قدرت داره. اینم برای ما سواله، ما زمانی که کلیسا میریم برای ما سواله، چون مریم نامزد داشته و چرا خدا این کار رو کرد، چرا مریم انتخاب کرده. اگر نامزد مرا کس فوت، اگر من نامزد می داشتم کسی فوت میکرد، من او را نمی بخشیدم. چرا مریم، چرا مریم که حالا نامزد شوهرش میشه دیگه، برای ما سواله. برای همین حالا میگن اگه بخوای عمقش فرو بری که همونجور خدا رو میخوای پیدا بکنی، دیگه گمراه میشی. باشه بانوی بزرگوار، تشکر از حضورتان در برنامه، خوشحال شدیم صدایتان را شنیدیم. اشتراک کنیم، بیاین صحبت کنیم همیشه. خواهش میکنم، ممنون از شما که خیلی باید اعصاب آهنین. قربانتان بانوی بزرگوار، تشکر. نمیدونم شاید دستتان خورد یا شاید دوستان متوجه نشدن، دوست دیگری را بالا آوردن. خب بر صورت، اینم از هموطنان مسیحی ما. درود به شما آقای دیار، خوش آمدین، درود بر شما. آقای خنجر، من خودم آقای خنجر آمده میگه. ما اسمتان را مکمل نمیبینیم، یک دیار در اول اسمتان میبینم، من دیار گفتم براتان، بفرمایید. من چیزی گفته اینه در من بالا آمدم، خودم پینجا پینجا هستم فعلا، در نیم را مندگیستم. پینجا پینجا یعنی چی عزیزم؟ پینجا پینجا در نیم مندگی، در نیم نیم بسیار هیچ معلوم نه، نیم دیگه یعنی اسلام زاده، از اون فامیل هزار چه دیگه اموت در اسلام آمدگی. باشه پس برنامه را بشنویزم کن، پینجای بسط تبدیل کرود. نه نه خواهر محمدم، که من چند سوال کنم، اگر خدا کنم بخارم. اگر چشتا خودم کنم، یا تو مثال گفت که مثال گفت خانم گفت اگر زیاد پشت خدا جستجو کنیم گمراه میشیم، یعنی ما را ای مولا یا هر کسی که ایتو گمراه ساخته است، یعنی که الان تب تلاش ما نکنیم، اگر تب تلاش کردیم ما گمراه میشیم. به او خاطر اگر تب تلاش کنی شاید چیزی نباشه، وجود چیزی نداشته. یک موضوع را بگویم عزیزم، یک موضوع را بگویم، یک موضوع را با دوستان نگو ببخشید، یک موضوع کوتاه بعد شما صحبت کنیم. درسته درسته. دوستان عزیز ببینید، یک تعدادی از هموطنان مسلمان ما در برنامه میآیند، در اون قسمت کامنت ها نوشته میکنن لا اله الا الله محمد رسول الله، زنده باد اسلام، زنده باد اسلام، الله اکبر، یا عمر یا علی. فکر میکنن که کارشان برشان ثواب میاره. من دمی حس میزنم تا نصف شب از خواب بیدار میشم، همین مسئله رو نمیتونم درک کنم، همین کار را چرا انجام میتن اینا؟ ثواب به خاطر ثواب انجام میتن، یا میخواین اسپم شون، یا میخواین اینا را میوتشان کنن، یا اینا نمیدونم با خودشان آشتی نیستن. همین کار چی معنا میده؟ من نمیتونم دوستان درک کنم، مغز ما توانایی نداره. یعنی من فیزیک کوانتوم را میتونم، مثلا در مورد فیزیک کوانتوم میتونم نظریه بتم، فلسفه فیزیک را میتونم در موردش نظریه بتم، ایولوشن را، اما این یک مسئله کوچک را که مسلمان ها چرا شهادتین در کامنت نوشته میکنن، من نمیتونم درک کنم. باور کنین که درک کردنش برای من مشکل است. یک مسلمان بیا این علتش را بگو لطفا در اینجا بالا، بفرمایید بزرگوار. باز اون مردم یه گفتنی خیر مام دارم، از اون کامنت تیر شوین، لا اله الا محمد رسول الله تیر شوین. اگر معلومات زیاد داری در باره استم، اگر چیزی داری بیا دلایف بیا اونو ششتگیست نه نفر، یعنی خود مواری برش چیز روان کنی، ریکوست بالا تر میکنه، چی دیک سوال داره، چی دیک جواب داری برتان میته، یا یه شما سوال داره شما جواب شبتی، اگر درست بود خو، اگر نه دیگه چی به کامنت می بیجی چیزی نوشته میکنی. و دیگه خود گفتنی که ما اسلام نقد میکنم، حالا ما یک سوال ماست که از چی
لحاظ تو نقد میکنی از کجا؟ مثال یک چیز خوب از نگاه بد نقد میکنی، یک چیز خوب است نگاهش بد است، یخ است خنک است گرم است سرد است، مثلا خود از کدام نگاه آمدی که مثال اسلام نقد میکنی؟ از کدام چیز دیگه است؟ کدام کتاب دیگه است یا کدام دین دیگه است یا چیز بهتر دیگه است که دو یک چیز خوب است که تو اینجا آمدی مثال میگی بد است؟ یک سوالم خودم از این بوده و اسلام دفت است. جانا ما خود به خاطر خود سوال میکنم، به خاطر خود نه که ما کدام دشمنی شخصی یا چیز دیگه دارم، نه ما خود سوال میکنم. خیر سوال میکنم نوشتهش که بعد اگر پایینم رفتم جواب گدا دی اون اگانه در قصه نشو باز خیر و دیگه دیگه سوال می بود امی ما خودم نه فکر استم کمی دنیا چطور پیدا شده است، امی انسان چرا از کجا پیدا شده است و یا ما چیزی که دیم الا فعلا ما میگردیم و میشینیم و میبینیم ایش طور با وجود آمد است؟ اگر چیزی وجود خود با گفته خود اگر خدا جو وجود نداره، اگر الله وجود نداره، اگر بھگوان وجود نداره و اگر مسیحی وجود نداره، یا ما چیز از کجا آمده گیست فعلا؟ از کجا ما شته گیست؟ همین دو تا سوال باز نیست که باز با دوستان دیگه هم وقت داده شود. این دو سوال دو سوال نوشتم دو سوال میتم برای کردیش جواب میتم. بله کردیش جواب میتم برای درست است. سوال من جواب کردم بس خیر، بعدم در برنامه بعدی میام، بعدی میام با هم دوست بانیم رفیق بانیم بهتر است از اینکه دشمن بانیم. باشه خب در این برنامه در قسمت آخر چون موضوع قرآن است که از برنامه خارج نشیم، اگر در این برنامه جواب دادم جواب میتم، اگر ندادم برنامه پاسخ به پرسش ها میگیرم. مرا فالو کو، هر وقتی بیایی ما در خدمت هستم هموطن. ما به خاطر خود، ما به خاطر کسی دیگه نمیم که هر کس اگر مردم میزن دو بزن دو چی فایده نمیکنه، اگر نرسته برو خود خود کس نمیتونه برای تو این کنه. چرا ما که سوال کننده را دوست دارم، ما میگه انسان را بعضی مسلمان هم هستند، مسلمان خدا میگن پخته مسلمان میگن پیغمبر قبول دارن الله را قبول دارن، وقتی قبول داری با چرا اون کیرت جمع یاد میکنیم اون فلان بسانه چرا یاد میکنی؟ اینجا بیا بالاش اینجا بالاشو جواب بده چیز بده خلاص، چرا ما چی فایده میکنم؟ مو که تو مثال می دو رو بزن، مرا دو بزن، او رو دو بزن، یک تاپی کفر بزن، چیز دیگر بزن. بله بله خب از اون واژه استفاده کردین. بر صورت در برنامه پاسخ و پرسش ها بیاین عزیز بزرگوار نازنین من، ما به سوالتان پاسخ میتم. هرچند به این سوال ها ما بارها پاسخ دادیم، اما بازم کوشش میکنم که پاسخ ارائه کنم. دوست بعدی ما را بالا میاریم و همراهش صحبت میکنیم و امیدوار هستیم که به یک نظره خب برسیم. عزیزان برنامه را لایک کنین که اینجا یک کمک میچسبه، مسلمانان عزیز در حال کمین هستن. برنامه را لایک کنین که در پشت سر ما میبینین که چیزای مقدس هست. خوش آمدین هموطن عزیز آقای نوین روید عزیزم، خوش آمدید میگم. نوین جان بفرمایین بزرگوار. نوین نیستن، روید عزیز شما را بشنویم. درود بر شما، درود به دوستایی که ما را میبینه. اولین بارم است که در لایفتون کامرا میزنم با جرأت، و این جرأت هم به خاطر خودت و دوستان ما. و باز باش که ما تصویرت را برابر خودم بسازم که به احترامی نشاله دیگه. نه خواهش میکنم، هیچ مشکلی نیست، اصلا به احترامی نیست. تصویر خود زیباتر است، مقبول جذاب، خیلی خوب میگه. قربانت عزیزم، زیبا خودت است، بفرما گل. حرف اینجا بود، من آمدم اماره میم، شما حرفای زیاد داشتیم، سوالای زیادی، آمدم در مورد نظر اما خواهری که از نگاه فکری خواهر ما نیست، از نگاه انسانی بود که میخواست اسلام نقد کنه و کرس. خوب بسای ادیان در کل چیز درست نیستن، بیمنطقی بیش نیست، نظر و معلومات خودم. ببین امروزه علم خیلی پیشرفته است، ما میبینیم که انسان از اسپرم ساخته میشه، پوفی در کار نیسته. و دومن که خدایی که قدرت است، نور است، نمیتونه جسم باشد که از او جسم میبیاید و تجاوز است. هیچ دختر باکره پیدا نمیشد در آن شهر که مریم نامزد داره همراهش پوف بکند و او را عیسی با وجود بیاید، اصلا هیچ دختر باکره در اون شهر نبوده. این یک سوال دیگر به خودش میتونم که گمراه شد. گمراهی از نگاه دین پرستان یا دینیستا، یعنی به هوشیاری رسیدن. هر کس که به هوشیاری برسد از نگاه ملاها و پندتها و غیره برش گمراهی میگن. این گمراهی نیست، در مورد هر چیز هر قدر میتونی سوال کن، هر قدر فکر میکنی فکر کن، اصلا گمراهی نیست. وقتی یک انسان میخواد از یک دوسی ریاضی شروع کند
به الجبر میرسد و ریاضیات عالی را حل میکند، به نظر شما گمراه شده، احمق شده؟ نه، هوشیار شده، بیشتر فهمی زیاد شده در ریاضیات. زمانی که یک انسان سوال میکند، با سوال بر جاهای میرسد که بینایش بیشتر میشود، فکرش بیشتر کار میکند، این گمراهی نیست. دومن این را علم بیولوژی اثبات کرده امروز، اگر مرد با دختر دخول انجام نده ولی معشوقه بازی کند، اسپرم بر لبه دهنه واژن دختر بریزد، میتونه دختر حامله شود. پس اینجا 100% مطمئن باش که عیسی بچه همان نجار است. اصلا نیازی نیست که بر ما اثبات کنیش که توسط پاپ آمده. این را من برای چلنج میتونم. برو در بیولوژی مطالعه کن، هر مردی که با دختری معشوقه بازی کند، اسپرمش در لبه های واژن دختر بریزد، خیلی امکان دارد اون اسپرم داخل بره و دختر حامله شود. ما ایره دیدیم در انسانایی که در گرد بر ما زندگی کرده، دوره نامزادیش حامله شده با وصفی که دختر انوس همون پرده بکارت از دست نداده، باکره بوده. ما خیلی از دوستای نزدیک را دیدیم، حتی شک ای چیزا با وجود آمد و پیش دکتر رفتن و او حل شد. دکتر گفت بله باکر است، هنوز که 9 ماه 8 ماه حامله است ولی هنوز باکر است. بنابراین امیدوار هستم که دیگر هر قدر میتونی سوال کنی، گمراهی نیست، با سوال بیشتر فهم بیشتر میشود. هر کس که شما را گفته است سوال نکنید، بیشتر فکر نکنید، گمراه میشوید، فریبتان میده. این را بیادتان بیه که زمان یک دو سیر یاد نداشتی ولی امروز ریاضیات عالی معادلات بسیار پیشرفته را حل میکنید، بیولوژی را میشناسید، راکت بر فضا میفرستید شما انسان ها. بنابراین شما گمراه نیستید، در حقیقت عاقل شده اید. بدرود کاوش عزیز، بخو سلامت. کامنت های زیاد اومد. بدرود کاوش عزیزم، سپاس، ممنون. بدرود شما را با صدا مرداری. بله بله عزیزم، صدایتون هست، هست صدایتون. سپاس عزیزی که بالا آوردیم، شما را به خرد میسپارم، سلامت باشی. قربانت عزیزم، اوقات خوش برای تمنا دارم. پویا جانمی لایف بگذار به همین شکل باشه که دوستان ما در قسمت راست باشن و ما در قسمت چپ باشم، تصویر ما بزرگ کنین عزیزم. تشکر. به همون شکل بسازین که دوست ما صحبت میکرد. حماسا جان کامنت بنویس. دوستان عزیز، روایتی را که وعده داده بودم براتون به خوانش میگیرم. دوست ما را فعلا بالا آوردین، حالا صحبت میکنیم. امر عزیز ما، قبل از اینکه عزیز ما صحبت کنه، من روایت صحیح بخاری را بخوانم. روایت صحیح بخاری، باب سکتگی و وقفه. سکتگی و وقفه در شستن اندام ها در غسل و وضو. روایت شماره 265 صحیح بخاری، جلد اول، ترجمه فارسی. از میمونه، همسر محمد، از میمونه روایت است که گفت، زن محمد بود، برای رسول الله. این کامل ترین انسان را ببینیم که چیکاره بوده. برای رسول الله آب گذاشتم، وی بر دست های خیش آب ریخت و آن را 2 یا 3 بار شست. محمد آب میریزه، 2-3 بار دستایش را میشوه. سپس دست خود، معذرت خواهی میکنم، سپس با دست راست خیش بر دست چپ خیش آب ریخت و آلت و خصیه ها را شست. آلت خود را و او قسمت های دیگهش را شستشو میکنه. سپس دست خود را بر زمین مالید. ببینید بعد از اینکه خصیه های خود را میشویه، دست خود را بر زمین مالید، سپس دهان و بینی خود را شست. خب پیامبری که هنوز نزاکت دهان شستن را بلد نبوده، پیامبری که بعد از آلت تناسلی دست در دهن خود فرو می کرده، حالا شما او را کامل می دانین. یکی از مسائل بسیار پیش و پا افتاده هست در مورد پیامبرتان. دوستان عزیز، کسایی که سپم هستن جلوگیری کنین لطفا، اگر امکانش هست. قربانتان کسایی که مدیریت می کنین، این سپم ها را دور کنین. من کامنت ها را نمی بینم بخاطر اینها. حالا شما حد بزنین دیگه که پیامبرشون چقدر کامل بوده.
غزال را بشنویم. دوست عزیز ما اول پارسی آمده، پارسی را بشنویم بعد غزال را میشنویم. درود کاوش عزیز و دوستان که در لایف بزرگ نسازیم کس را دیگر لطفا بفرمایید. بله، موضوع لایفتان که آیا الله بخشن قرآن کلام الله است یا از کسی دیگره، 100% این قرآن نمیتونه کاوش عزیز که کلام الله باشه. با نظر داشت تناقضاتی که در قرآن وجود داره، مشکلات ریاضی و اشتباهات ریاضی اخلاقی یا را هم میشه در نظر بگیریم، واقعا واضح میشه که امکان نداره که این کلام کلام الله باشه. مثال در ریاضیات همی تقسیم سهم ارث که یک طفل یا شاگرد صنف 6 و 7 میتونه که بسیار به سادگی مسئله را حل کنه که ارث بگیره تقسیم 3 نفر یا 4 نفر کنه، اعلای اسلام با همو بزرگی که ادعا میشه که داره که و کائنات درست کرده، اینا درست کرده، زمین و آسمان درست کرده و انسان درست کرده، با هم ادعایی که در و تعریف که درباره الله میشه، یک سوال صنف 6 نتونسته که یک معادله را حل بسازه تقسیم ارث درست انجام بده و این مشکل ریاضیات واقعا خنده‌آور است که الله چطور اشتباه کرده تقسیم ارث. در مسائل علمی یک گرم مشکلات داره آیات قرآن. مثال در یک جای آمده عمر زمین 6 روز گفته، باز در یک جای آمده 8 روز گفته، در حال که علم امروزی میگه که کره زمین 4.5 میلیارد عمرش هسته و این 6 روز و 7 روز و در 6 روز 7 روز جور شده و اصلا با علم اصلا در تناقض هسته و عمر زمین، یعنی که میگن که زمین، یا ببخشید یک مثال دیگه هم آوردن در یک آیه دیگه که اول ما زمین جور کردیم بعد کائنات و ستاره ها و یار جور کردیم. امروز بسیار واضح توضیح میده، بسیار مقبول که اول مهبانگ بوده، بعد زمان و فضا به وجود، ستاره ها به وجود آمده، بعد زمین به وجود آمده و سیارات دیگه به وجود آمده، که کاملا با حرف که اول زمین جور شده بعد کائنات و ستاره ها جور شده در با علم در تضاد است. مسئله جنین، رشد جنین، مثال قرآن توضیح داده در آیات خود که چه رقم یک جنین رشد میکنه، تکامل میکنه در رحم مادر، ولی این روزه علم وقتی که مطالعه میکنن و مقایسه میکنن کاملا در اشتباه است قرآن و درست تشریح نداده. علم واقعا دیگه رقم رشد جنین توضیح میده. و مسئله مثال اخلاقیات هم در قرآن، همین دست بریدن دوز و قصاص و شهادت نیم زن نیم برابر شهادت مرد و بسیار چیزهای دیگه است که یک اخلاق کهنه 1400 سال پیش و مطلقگرا که برای اخلاق امروزی بشر و انسان خردمند امروز اصلا در تضاد است. از 2400 سال قبل از میلاد که از ارسطو و افلاطون یا شروع شده تا حال را بسطها یا هزارها فیلسوفان اخلاقی و فلسفی آمدن موضوعات اصول اخلاقی را از زاویه های مختلف اینا بررسی کردن و رو به انکشاف و رو به تغییر بوده و هنوزم رو به تغییر هستم. هنوزم فیلسوف های اخلاقی سر این مسئله می اندیشن و کوشش میکنن که جامعه بشری را بهتر بسازن و اخلاق منتر بسازن. پرسی عزیز جنبندی هم کنید که دوستان منتظر هستن. بله خوش عزیز، جنبندی نیسته که با نظر داشته مسائل تضاد که در آیات قرآن با علم امروزی داره، مسائل اخلاق که 1400 سال پیش گفته و امروز ما عالم میکنیم که چقدر اخلاقمندتر و انسانیتر است اخلاق امروزی
فردوسی و فلسفان که ای باره گفته، این بر ما ثابت میشه و بسیار همه تو با جرات آدم میتونه بگه که قرآن امکان نداره که کلام خدا باشه و خدا بیاد این قدر اشتباهات داشته باشه و مسائل اخلاقی را قدر پیش بایفتیده بگیره. دیگر قرآن حرف خود محمد بوده و از یارانش بوده، به هر دلیلی که اونا دلایل اقتصادی داشتن یا قدرت میخواستن قدرت پیدا کنن، هر دلیلی که داشتن آمدن یک سلسله سوره ها را از انجیل گرفتن، از عهد عتیق گرفتن و یک چیز دیگر هم از فرهنگ و از فهم خود در او اضافه کردن، ارائه به مردم کردن، به زور شمشیر سر مردم قبولاندن که امکان نداره که حرف علا باشه. آدمی حرفای ما بود، حرفای ما تمام شد. تشکر بزرگ، تشکر از شما. میشنویم منو غزل را میشنویم. بفرمان بزرگ، در خدمت هستیم. برای شما و کسایی که ما را میبینن و میشنون تشکر میکنم از اینکه ما را بالا آوردین. من یک سوالی که داشتم پیشتر همی دوست ما بسیار زیاد خوب تشریح داد، ما یگان چیزا را که یگان وقت از ذهنم میگرده که میپرسم از فامیل یا پدر یا مادر بر ما میگه بچه نگو ای گپا را کافر میشی، این گپا خوب نیست، تو دو روز شده رفتی اروپا ای گپا در ذهنت میگرده، چرا این چیزا میگرده در ذهنتو؟ دیگه از او خاطر این حال خواستم و شما بپرسم این گپایی که شما میزنه، این دلیل هایی که شما میگین آیا کدام ثبوت دارین؟ از ما سوال میکنی؟ بله آم محترم. خب من که از آیت قرآن و از کتب مسلمانان میگم، من از خودم که چیزی نمیگم. خب مکمل با ترجمه با هر چیزش میفهمین؟ بله در حد توان، اگر سوالی داشته باشین که میتونم پاسخ بدم در باب برنامه، اما هر چیزی که من در برنامه در پیرامون اسلام میگم کتب میارم و از روی کتابا میگم که فلان کتاب فلان صفحه فلان جلد، یعنی از خودم من چیزی اضافه نمیکنم چون من از 1400 سال قبل که زندگی نمیکردم. نه بسیار خوب، یک سوال که من داشتم، چرا در قرآن درباره خانوما یا زنا چیز نامده، فقط هم یه هر چیز که آمده به مرد آمده؟ آیا من میخواستم بپرسم همی زنم بنده خداوند است یا نه، یا متخدایی آمده؟ حالا شما که متوجه شدین که من مسلمان نیستم. خب خودتان مسلمان نیستین یا نه؟ یعنی متوجه نشده بودین تا حالا؟ نه متوجه نبودم من. نه من مسلمان نیستم، من منتقد اسلام هستم، اسلام را نقد میکنم. به خاطر همین انتقاداتی که شما دارین، من هم ذهن کودکانه من این انتقادات را در برابر اسلام داشت. خانواده به من میگفت سوال نکن، پرسان نکن، مسلمان هستیم. من رفتم خودم قرآن را خواندم، گفتم بجز مزخرفات و خرافات در این کتاب چیز دیگه وجود نداره، با همین خاطر قرآن را از زندگیم دور کردم. حالا میبینم که افرادی مثل شما، افرادی مثل دیگر هموطنان ما با همین قرآن چی هستن امروز. متاسفانه مثل همون دوره کودکی و نوجوانی ما همین سوالات را دارن. حالا ما کوشش میکنم که با همین هموطنان ما کمک کنیم و از اون بدبختیه که ما با یک جنجال خود ما را نجات دادیم، مردم ما را ما ناجی نیستیم، نجات نمیدیم، البته فرشته نجات نیستیم، حداقل همکاری کنیم و در خدمتشان باشیم. حالا اگر سوالی هم داشته باشین از زبان قرآن ما برتون میتونم. بسیار خوب گفتم. حالا که خودتان مسلمان نیستین، به دین اسلام کدام عقیده خاص ندارین، و کسایی که مسلمان هستن و به دین اسلام که عقیده دارن باز آله که عکس و چیزایشان مانین، خواست پایین یگان تا میای حتما دعو میزنه که در پشت سرتان چیز را که ما میبینیم هستن شنه مانین، خواست پایین به نظر عکس شبانیم یا نیم یا سنگ بت الله مشکلی داره به نظر شما؟ به از نظر مسلمان ها چرا مشکل نداره؟ مشکل داره. نه خب چرا؟ ما خب اونجا کدام نقاشی را نگذاشته، ما که کاریکاتور پیامبرشان را نکشیده، ما که حجر الاسود را مونده با مسجدشان، ما کدام نوآوری نکردیم. اینها داشته های مسلمانان هستند. مسلمانان بیان قلم را بگذارن، مسلمانان بیان کتاب را بگذارن، من مشکل دارم؟ مشکل ندارم. حالا وقتی من مسجدشان را میگذارم چی مشکل دارن؟ خودتون پیرو کدام دین هستین؟ من بی دین هستم، خدا نا باور هستم. هیچ کس را باور ندارین؟ به هیچ کسی باور ندارم بجز به خودم و کسانی که واقعا لیاقتش را دارن که به اونا خب باور چی که مطمئن باشیم بالشان، یعنی باور غیر دینی هدف ما داشته باشیم. یعنی به خداوند هم اعتقاد ندارین؟ نه خب کدام خداوند؟ خداوند سکوت کرده، اگر خدایی می بود که خب حداقل شما خداوند را به یک شکلی میگین که گویا خدا هست اما من باور ندارم برش.
خب ثابت نشده. من خودم هم خدا نمیفهم، ثابت زمین خاطر نشده. چیزی را که نمیفهم گفتنش به ایماناست که اینجا من خودم نفهمیده بگیرم سر شما یک گپ بزنم کار خوب نیست. ما تا او اندازه نخوندیم که ما بفهم که جواب صحیح برتان بتم، از همون خاطر من نمیتم بعض سوالایی که داشتم یا گپایی را که داشتم برتان گفتم. ما به نظر شخصی هر کسی احترام قائل هستم، به ما هیچ فرق نمیکنه که کی چی میکنه، انسانیت مهم است. دیگه ای که هر کس هر چیز داره مشکل خودش است. بخاطر از اینکه همی اکس ها را دیدم آمدم چند دقیقه شما را اینجا گپایتان گوش گرفتم، گفتم باش که بالا بیایم از پیشتان یک چند چیز سوال کنم. اگر سوالی داشته باشین در خدمت هستم، اگر نداشته باشین دوست بعدی را بشنوید. زنده باشین، اوقات خوب و خوش، خداحافظتان. اوقاتتان خوش، بدرود. خداحافظ. اوقات خوش. دوستان عزیز، یک دوست ما میگه چشمات شیطان واره است. چشم شیطانی بسیار چشم خطرناک میباشه. من خودم را حدس میزدم بعضی اوقات، اما مالک تو تصدیق کردی، مطمئن شدم که یک نفر دیگه هم چشمای ما شبیه چشمای شیطان میبینه. واقعا چشمای شیطان فانتزی است. خوش آمدی بزرگوار،